سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 ماه حمل سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 18 ماه اپریل سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. نفوذ یک مهاجم انتحاری در ساختمان وزارت دفاع ملی و خشونت گراییدن تظاهرات در ولایت پروان. و خواست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به منظور متوقف ساختن مداخله ایران. مشروع خبرها. یک مهاجم انتحار کننده که میخواست دفتر وزیر دفاع ملی را آماج حمله قرار دهد به این کار موفق نشد. گفته می شود این مرد که لباس افسری اردوی ملی به تن داشت در حوالی ساعت 12 پیش از شاشت امروز دو سرباز اردوی ملی را با شلیک گلوله کشت و هفت تن دیگر را زخمی ساخت. سخنگوی این وزارت می گوید که این مهاجم پیش از آن که بتواند مواد همراهش را منفجر سازد از سوی سربازان اردوی ملی از پا درآورده شد. این رویداد در حال رخ می دهد که قرار بود تا یک ساعت دیگر وزیر دفاع فرانسه با همتای افغانش در نشست در این وزارت حضور یابند. از سوی دیگر گزارش های وجود دارند که مرد مهاجم توسط یک موترک کارت ای داشت داخل وزارت دفاع ملی شده است. یک منبع که خواست نام از او گرفته نشود میگوید که معاون رئیس دفتر لویدرستیز که در این حمله زخم برداشته بود یک ساعت پیش در شفاخانه سردار محمد داوود جان باخت، ولی یاریان گزارش میدهد. به دنبال آماج قرار دادن نهادهای امنیتی از سوی افراد انتحاری طالبان، این بار یک مهاجم انتحار کننده میخواست در داخل ساختمان وزارت دفاع حمله انتحاری انجام دهد. هرچند داخل شدن به این وزارت بسیار دشوار است و چندین پاسگاه برای بازرسی در این وزارت ایجاد شده است، پرسش اینجاست که چگونه این مهاجم داخل کاخ وزارت دفاع شده است، جایی که به شمول وزیر مقامهای بلندپایه دیگر این وزارت نیز حضور دارند. یک نفر از سلاح خود استفاده کرده، فایر کرده، یک نفر را به می پایین شهید ساخته و یک نفر را به این زینه، چند نفر را به می مسیر زخمی شدند. به از یک از مسئولین عالی رتبه آسیبی نرسیده و قبل از اینکه حتی بتانه مواد خود انفجار بده مورد هدف قرار گرفته. این رویداد در حال در داخل وزارت دفاع ملی رخ می دهد که قرار بود تا ساعت دیگر وزیر دفاع فرانسه با همتای افغانیش در نشستی در این وزارت حضور یابد. پیش از این وزارت دفاع ملی گفته بود که تدابیر ویژه ای را برای جلوگیری از نفوذ مخالفان مسلح دولت در درون نیروهای اردوی ملی روی دست دارند. دیده می شود که در این اواخر طالبان مقام های ارشد حکومت افغانستان را آماج قرار می دهند. کشف و پیدا کردن همه افراد با وجودی که تلاش ها صورت می گیره و فیصلی بسیار از اینا دستگیر می شه، کشف و پیدا کردن همه از اینا کار بسیار دشواره. بر صورت برای ما بسیار مهم است که چطوری اتفاق افتاده. ما از تمام امکانات خود برای تحقیق استفاده می کنیم و برای جلوگیری که در آینده اینطور یک واقع رخ نده. طالبان در تماس با رسانه ها مسئولیت این رویداد را پذیرفتند و گفتند که هدفشان کشتن وزیر دفاع فرانسه بوده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که در این رویداد به شمول 4 شهروند خارجی 18 تن کشته شدند و 22 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال فرانسه این رویداد را به شدت محکوم می کند. این در حالی است که دو روز پیش یک حمله انتحاری در داخل مرکز جلب جذب اردوی ملی در ولایت لغمان نیز صورت گرفت که در آن چند تن از سربازان اردوی ملی و نیروهای خارجی کشته و زخمی شدند. عبدالولی آریان، طلوع نیوز، محل رویداد، کابل. در این حال وزیر دفاع فرانسه در سفرش به کابل بر همکاری های دراز مدت کشورش با افغانستان تاکید می ورزد. وی که با همتای افغانش گفتگو می کرد اوضاع امنیتی را در کشور نسبت به گذشته ها بهتر ارزیابی کرد. سخنگوی این وزارت می گوید که درباره افزایش نیروهای افغان و آموزش این نیروها با شورای عالی صلح نیز بحث و گفتگو شده است. 11 تن در دو رویداد جداگانه در ولایت های بغلان و کابل کشته شدند. فرماندهی پلیس بغلان میگوید که 7 عضو یک خانواده از سوی یک فرمانده محلی در ولایت بغلان کشته شدند. در همین حال در یک رویداد دیگر در کابل در نتیجه واژگون شدن یک موتر شهرداری 4 عضو یک خانواده جان باختند. جلال میرزاد گزارش میدهد.
فرماندهی پلیس ولایت بغلان میگوید که این رویداد در ولسوالی جلگه این ولایت رخ داده است. او میافزاید که این فرمانده محلی با شماری از افرادش شب هنگام بر این خانواده حمله کردند و سرانجام 5 کودک، 1 زن و 1 مرد را کشتند. هرچند فرماندهی پلیس این ولایت از بازداشت این فرمانده محلی خبر میدهد، اما میگوید که بررسی ها درباره بازداشت شریک های جرمی و نیز ادامه دارند. نزدیکان این خانواده از دولت میخواهند که عاملان این رویداد را باید به اشد مجازات محکوم کند. مهراب نام 12 بجه شب حمله کرده سر خانه بیادر اما 4 پسر و 1 وازده و 2 شوهر را ای بین برده و ما این مهراب نام پلیس ملی ولایت بغلان دستگیر کرده. در همین حال فرماندهی پلیس ولایت بغلان میگوید که بر بنیاد شواهد و ادعاهای باشندگان محل، این فرمانده محلی که مهراب نام دارد در چندین قتل و سرقت‌های مسلحانه دیگر نیز دست داشته است. جرم چیکی وحشت است که یک فامیل حتی طفلای خردش را به قتل رسانده. ما انمی قاتل که بر نام قماندان مهراب نام داره گرفتیم، فعلا تحت تحقیق قرار داره. اما گذشته از بغلان در یک رویداد دیگر در کابل، 4 عضو یک خانواده جان باختند. شاهدان میگویند که در نتیجه واژگون شدن یک موتر شهرداری بر یک خانه این افراد کشته شدند. 4 نفر خودم تک تک اینا را از زیر خاک کشیدیم، بلند کردیم تا شفاخانه را ما خودم بردم. دلبر بعدش به فرار زده بود، با دستگیرش خودم کردم. این باشندگان علت اصلی واژگون شدن این موتر را بی‌توجهی راننده میدانند و میگویند که این راننده شهرداری خودسرانه برای به دست آوردن پول خاک و گل را انتقال میداده است. از سوی دیگر در انفجار یک ماینه کنار جاده 6 سرباز پلیس در ولایت غزنی کشته شدند. فرمانده پلیس این ولایت میگوید که این 6 سرباز پلیس پیش از چاشت امروز هنگام کشته شدند که موترشان آماج یک ماینه کنار جاده قرار گرفت. در پایین همه در تظاهرات خشونت آمیز در ولایت پروان 1 تن کشته شد و 25 تن دیگر زخم برداشتند. والی پروان میگوید این تظاهرات پس از آن آغاز شد که نیروهای خارجی دیشب 3 آموزگار یک مدرسه دینی این ولایت را بازداشت کردند و این میافزاید که این تظاهرات انگیزه های بیرونی داشته است. در همین حال شمار از باشندگان این ولایت طالبان را در این تظاهرات دخیل میدانند. شریف امیری از ولایت پروان گزارش میدهد. شمار از باشندگان ولایت پروان میگویند که این تظاهرات نخست به گونه صلح آمیز آغاز شد، اما سپس به خشونت گرایید. به گفته مقام های این ولایت، تظاهر کنندگان جنگ افزارهای سبک نیز با خودشان داشتند. شمار از باشندگان ولایت پروان در اعتراض به بازداشت 3 تن از آموزگاران یکی از مدرسه های این ولایت از سوی نیروهای خارجی دست به اعتراضات خشونت آمیز زدند که در نتیجه آن چندین تن از طرف های درگیر کشته و زخمی شدند. ترخیبای دشمن است که اولی مردم دولت و مردم ها را خیستان این تظاهرات شروع کردیم. در این حال رئیس شفاخانه این ولایت میگوید که از این تظاهرات 1 کشته و 25 زخمی به این شفاخانه آورده شدند و کودکان نیز مشمول زخمیان این رویداد هستند. یک نفر پلیس بودند، 3 نفر طفل و متبقی افراد ملکی بودند که در زخمی شدن به شفاخانه آورده شدن. اونجا نفر از زدن و تاو می خوردم، میرا سعی می خواستم اشانش بگیرم بلندش کنم، زد در سر ما خورد. یکی زمین دام ولایت تا من تظاهرات دیدم آمریکایی‌ها زده. بعد دست می جا پلیس ها زده نه. این نمای از مقام ولایت پروان است که تظاهر کنندگان با گلوله باری ها برخی از وسایط و بخشایی از ساختمان آن را به آتش کشیدند. در این حال ولی این ولایت میگوید که این تظاهرات انگیزه های بیرونی داشته است، با این هم وای از گروهی خاص نام نمی برد. در بیرون اسلحه ها و سلاح داشتن، تفنگچه ها بودم راشن، تفنگ چرایی داشتن، چندی نفر زخمی شد و اصلا مردم پروان کلشان مردمی هستن که در مقاومت مقابل طالب ها سهم داشتن، ملت مجاهد بسیار خوب هستن، ولی انگیزه ها و توطئه های از بیرون بوده که مردم تحریک کرده است. همکنون ما در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان قرار داریم، جایی که این ریاست از سوی تظاهر کنندگان با آتش کشیده شده است. در مجموع تمام بخش های مختلف از جوان ها، بخش های اطلاعات فرهنگ آبادان تاریخی ما را طول شد
چیزش زر دادن و چیزش تاراش کردن با خود بردن. دروازه سر ما قفل شده بود، همه شیشا شکست، دریاست داخل شدن، اجاره در دادن. اما در پایان روز اوضاع امنیتی این ولایت به حالت عادی درآمد. از سوی دیگر شمار از باشندگان منطقه ترخیل ولایت کابل در اعتراض به اهانت بر مقدسات اسلام یک کارخانه تولید کاغذ تشناب را نابود ساختند. این باشندگان ادعا می کنند که در کارخانه از برخ از کتاب های دینی کاغذ تشناب ساخته می شد. در این حال نماینده این کارخانه ادعاهای این باشندگان را رد می کند و می گوید که این کارخانه تا هنوز آغاز به فعالیت نکرده است. جاوید استانگزی گزارش می دهد. این باشندگان ادعا دارند که این کارخانه از برخی کتاب‌های اسلامی کاغذ تشناب می‌ساخت. آنان از دولت می‌خواهند تا با عاملین این کار برخورد جدی نماید. او آدم ایجا ادام شوا به حضور مردم مسلمان این خونش به جوش از بشینه. ما عمل تقویم می‌کنیم. در همین حال ولسوال بگرامی نیز این رویداد را تایید می‌کند. و عقیده ما سر از یک مصارف انگفت شده بودیجه از می دولت افغانستان از می مردم بیچاره و مسکین سر از این مصرف شده، اما از این کاغذ تشناب جو. از سوی هم نماینده کارخانه می گوید که این کار یک توطئه است. بگذارن همین مقامای دولتی کار خدا بکنن، اون کسی که راستی مجرم است، کسی که راستی همین گناه را کرده، همون را به پنجه قانون بسپارن. آقای راشد می افزاید که یک نفر با استفاده از انداختن یک موتر کتاب های دینی در صحن کارخانه می خواست مانع آغاز فعالیت این کارخانه شود. وی می گوید با اطلاع از این موضوع به فرماندهی پلیس کابل خبر داده است. لوی سرانوالی عملکرد اداریالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری را در قضایای مبارزه با فساد اداری ضعیف می داند. سرانوالی مبارزه با فساد اداری می گوید که این اداره تا کنون 30 پرونده فساد اداری را به لوی سرانوالی فرستاده است که از این میان 4 پرونده آن حفظ شدند. از سوی هم سرانوالی مبارزه با فساد اداری متهم شدن برخ از مقام های دولتی را به فساد اداری به شمول وزیران و معینان رد نمی کند، اما از این مقام های دولتی نام نمی برد. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. در حالی که اداری عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری از تلاش‌های جدی در کار مبارزه با فساد اداری سخن می‌زند و می‌گوید که این اداره پرونده‌های افراد آلوده با فساد را به لوی سرانوالی فرستاده است، اما سرانوالی مبارزه با فساد اداری از عملکرد اداری عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری سخت انتقاد می‌کند و عملکرد این اداره را در پیگرد قضایای مبارزه با فساد اداری ضعیف می‌داند. ما 30 قضیه از اداره عالی نظارت به ما مواصلت کرده که از جمله 30 قضیه ما تخمین به تعداد 4 قضیه اینا را بنابرای که دلیل وجود نداشته به حقیقت نرسیدیم و یا حقیقتی که اینا ادعا داشتن نبود برش حفظ کردیم دوسیه، مبنی برای که کار کشفی در مرحله کشف از طرف ریاست اداره عالی نظارت ضعیف بوده. سرانوالی مبارزه با فساد اداری میگوید که نزدیک به 1000 پرونده فساد اداری از سوی نهادهای کشفی به این سرانوالی رسیده است که از این میان 500 پرونده به دادگاه فرستاده شده است. این پرونده ها شامل 220 پرونده اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه‌ای و نیز 80 پرونده مربوط به اخذ رشوه می باشد. سرانوالی مبارزه با فساد اداری دست داشتن برخی مقام های دولتی را به شمول شماره از وزیران و معینان را به فساد اداری رد نمی کند، اما از آنان نام نمی برد. من نمیگم که اینجا دوسیه وزیر نیست، نمیگم که دوسیه وکیل نیست و ایرم نمیگم که دوسیه معین به شما نیست، است. ولیکن به ما باید یک مجوز قانونی باشه که بگم نی؟ برای نمی به ما قانون اجازه نداده. این در حالی است که اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری از تلاش‌های جدی در کار مبارزه با این پدیده سخن می‌زند. این اداره به تازگی یک سارنوال را در زون جنوب به هنگام اخذ $500 رشوه برای رهایی یک دریور که در حال حاضر در بند به سر می‌برد خبر می‌دهد. لوی سارنوالی می‌گوید که این رویداد زیر بررسی قرار دارد. رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان از مشکلات زندانیانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان پل چرخی هستند خبر می‌دهد.
رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان نبود خدمات بهداشتی، کمبود پزشکان و عدم رسیدگی به پرونده های زندانیان را در زمان معین از مشکلات این زندانیان می داند. در این حال برخی از نمایندگان مجلس می گویند که برخی از ریاست های امنیت ملی با زندانیان برخلاف قانون اساسی برخورد می کنند. شهلا مرتضایی گزارش می دهد. رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان که از وضعیت زندانیانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان پل چرخی زندانی هستند به نمایندگان مجلس گزارش میداد، عدم رسیدگی به پرونده های این زندانیان را در زمان معین و نیز کمبود پزشک، بالا بودن سن زندانیان و سپری شدن زمان تعیین زندان را از مشکلات این زندانیان میداند. مشترک هیئت وټه کې چې څور کمیسونول ما بین او په دغه مسلمانانو په سمونه باندې دقیقه څېړنه وسي او د یو جرم په مقابل کې دا اسلامي حکومت و جزاوې چاته ورنکي. در همین حال شماری از نمایندگان مجلس میگویند که زندانیان در دو نهاد ریاست امنیت ملی شکنجه میشوند. ریاست نواد به حد محبوسین زجر و تعذیب میکنه که هیچ اندازه نداره. حتی ریاست تحقیق، حتی ریاست نواد، حتی به کسی گفته بود که دور از شرف مجلس باشد. این کلمات ما باید بگوییم و کسی حاضر است که بگه. میگه که ریش چرا ماندی؟ ریش مردگوان میمانه. در مورد مجازاتی که جناب آقای خواصی مطرح کردن که از طرف یکی از ارگانهای ریاست امنیت دولتی مطرح میشه، بازم ماده 29 قانون اساسی تصریح میکنه که تعذیب انسان ممنوع است. از سوی دیگر سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی این گفته ها را بی‌بنیاد میخواند. ریاست امنیت ملی طبق قوانین افغانستان فعالیت میکنه. در قوانین افغانستان شکنجه نیست. به مربوطات توقیفخانه ها و نظارتخانه امنیت ملی علنا ما شاهد کدام شکنجه و بدرفتاری با محبوسین نیستیم. به گفته رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس نمایندگان، در حال حاضر در حدود 5700 زندانی در زندان پل چرخی بسر می برند.